و ما خبری از مسلمانان میانمار سازمان ملل ارتش میانمار را به پاکسازی نژادی متهم کرد سازمان ملل متحد ارتش میانمار را به پاکسازی نژادی مسلمانان روهینگیا در این کشور متهم کرد و خواستار اعطای حقوق بیشتر به اقلیت ها شد به گزارش فرانس 24 از زمان آغاز نارامی ها در 25 ماه اوت دست کم 87 تن جان خود را از دست دادند که 12 تن از قربانیان از نیروهای پلیس و بقیه از مسلمانان بودند. به دنبال این درگیری ها ده هزار تن از مسلمانان روهینگیایی برای فرار از خشونت ها و درگیریها به مرز بنگلادش پناه بردند با این حال مقامات بنگلادشی اجازه ورود آنها به بنگلادش را نمی دهند. در اثر خشونت های یک سال گذشته در میانمار بیش از 87 هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش گریختند. این در حالی است که آنسان سوچی از رهبران میانمار که سمت مشاور و سخنگوی دولت را نیز بر عهده دارد و برنده جایزه صلح نوبل نیز شده طی سخنانی مدعی شد تروریسم به ایالت راخین در غرب این کشور رسیده است. آنسان سوچی به دلیل سکوت در قبال خشونت بودایان میانمار ضد مسلمانان روهینگیا در طول یک سال اخیر مورد انتقاد شدید نهادهای بین المللی قرار گرفته است. یک کمیسیون بین المللی که کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد آن را رهبری می درباره وضع ایالت راخین به دولت میانمار توصیه کرد که قدرت و اختیاراتی بیشتر به اقلیت مسلمان این ایالت اعطا کند تا مانع جذب آنان توسط گروه های افراتی شود در شرایطی که سازمان ملل نیز ارتش میانمار را به پاکسازی نژادی متهم کرده با افزایش درگیری و خشونت ها در غرب میانمار شرایط برای زندگی 120 هزار مسلمان ایالت راخین میانمار دشوارتر شده است